ماریکالا بابا بابا جوان هستم در شبکه دستی این را من جوانم خیلیتون مبارم حالتون چطوره؟ و حال من چطوره؟ عالی. و خاندانه تو خونه چطوره؟ عالی. و حال بچه پشت صحنه ما چطوره؟ عالی. سرحال و قبراخ. خیلی ممنونم تشریف آوردید. خیلی خوشحالم میبینمتون. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. متشکرم و انرژی شما امیدوارم تا ته برنامه سرحال و قبراخ و بالا و درجه یک باشه. که هم خودمون اینجا کیف کنیم همین کیف رو به خاندانه تو خونه تقدیم بکنیم. امشب تولد امام سجاد که بهترین سلام‌های خدا بر او باد به همین مناسبت و به همین دلیل جشن می‌گیریم و به همه کسایی که با حال بد خودشون ولی روی خوش به بقیه نشون میدن هم بهشون تبریک میگیم هم ازشون قدردانی میکنیم. آدم هایی که حال بدشون مال خودشونه و حال خوششون رو به دیگران تقدیم میکنن، منتشر میکنن. و دیدیم هممون آدم هایی داریم دورورمون که میگیم حال چطوره؟ که ای بابا مزخرف، گند، افتضاح، فلان و او. بعد پشیمون میشه آدم از این که حالشو پرسیده. خودت هم هزار تا گرفتاری داری، هزار تا دلیل برای حال بد داری، او هم به این اضافه میکنه. ولی دم اون آدم های گرم که حالشون بده، گرفتاری هاشون رو دارن، سختی هاشون رو دارن، مریضی دارن، دلواپسی دارن و و و و ولی به بقیه انرژی مثبت میدن، حال خوب میدن، روحیه میدن، مهربونی میدن، خوشرویی میدن و این قابل تحسینه. پس شادی امشب رو تقدیم میکنیم به همه آدم هایی که همین خصلت رو دارن. بلند میشیم و میگیم به افتخارتون. رسم قدیمی رو دوباره تو خندوانه داریم احیا میکنیم و برگزار میکنیم، قرعه کشی برای تماشاچی های توی استودیو. خیلی بهتون خوش بگذره. خیلی خیلی خوب. پنج نفر، شیش نفر، شیش نفر تموم، نه هشت زیاده، هفت نفر و دیگه تموم. بکش بده با آقا، بده با آقا. شماره 18 خانم زهرا عظیمی بگین. شماره 3. شماره 3. میتونی عوضش کنی؟ من ممکنه شیطنتم بکنم. همون شماره 3. ها؟ همون شماره 3. اینو بگیریم بالا که بشه. همون شماره 3. نمیخوای عوض کنی؟ نه؟ میخوای؟ عوض کن. شماره 8. نمیخوای عوض کنی؟ عوض کن. 8.
شماره 14 عوض کن خانم، عوض کن. شماره 5 عوض کنه یا نگر داری؟ اونه که میگن عوض کنه دست بالا. نه بیشتر میگن نگر. نه بیشتر میگن نگر. نگر میداری؟ خودت تصمیمتو بگیر. ببین شماره 3 رو گفتی، 5 رو گفتی، بله 8 رو گفتی، 8 رو گفتی و 14 نه و 14 رو گفتم. بله الان چند رو گفتی؟ 5 5 کدوم رو میخوای؟ چند تا پوچ داره؟ دوتا. و بگم بهت؟ نه نمیگم. همون شماره 5. شماره 5. توی اونا که گفتی یه پوچ هم داشتی. شماره 33. بهبود رهنما هستم. بهبود رهنما. سلام بهبود عزیز. شماره تاریخ تولدم 13. شماره 13. عوض کنم؟ اینجا خیلی چیز خفنی نیست. تولد تو خفنه، این خفن نیست. شماره 17. از اون بهتره. بین این و اون یکی دیگه هم بگو. 23. چه بامزه. چه بامزه. من جارو برقی رو بخوام بگم. آها. یکی از این ستار انتخاب. همون 17. شماره 17. خب شماره 102. آقای نوری چاکریم چطوری؟ برو بریم. شماره 6. نه میتونی عوض نکنی. یکی دیگه هم بگو. 15. بین این دوتا یکی رو انتخاب کن. چیش رو انتخاب کنم؟ شیش رو انتخاب میکنی؟ مطمئنی؟ پونزده. مطمئنی؟ بله پونزده. موبایل پیشته؟ بله. شرطش رو ایجاد کنی؟ بله. دانیال شماره 15. بیا اینجا. آیش حسینی موبایل خودش میگیره برات میفرسته. من وسط. چرا تو وسط هستی؟ عکس مال اونه. ایوان مبارکه. دوستون باشه. شماره 49. زهره عباسی. خانم عباسی بفرمایید. شماره 24. عوض نمی کنی؟ خودتون تشخیص بدین. شما نظر بد نیست.
شماره 24. سفارش از همین کافه اینجا، کافه همین بغل. یکی انتخاب کنی؟ بله بله، میخوام من به سفارش بدم براتون بیارم. همونجا در حین برنامه میل کنی. با همسرتون نه، یه دونه از مال شماست. با همسرتون انتخاب کن. چی میل میکنی؟ سیب زمینی ویژه. آیش حسین میگه سیب زمینی ویژه برای خانم بیارن. پسر سیب زمینی ویژه برای خانم. شماره 92. آقای رضا رضایی. منم رامبود رامبودیم. سلامت. خب. سفر. 25. 25 نداریم. نداریم. 19. 19. دیگه؟ 4 رو گفتم. 3. نه 4 رو نگفت. 4. چهار، چهار و نوزده. چهار. مطمئن؟ بله. دانیال شماره چهار. آقا مبارکه، خوش بشید. شماره 29. محمد اسماعیلی. محمد اسماعیلی؟ محمد اسماعیلی. من یه رفیق عکاس درجه یک دارم اسم محمد اسماعیلی، خیلی عکاس خفن جذابیه. به افتخارش دست بزنم. محمد چاکرم، دلتنگتم، عکاس بسیار خوب. بفرمایید. ده. به نظرم خوبه. نه مناسبه. شماره ده. خوبه، میری با یه رفیقی کسی بهت خیلی خوش میگذره، مبارکته. شماره 26. آی حسین زاده بفرم. 20. بیا. آره یا نه؟ آره؟ پس یکی دیگه هم بگو. دو. یکی دیگه هم بگو. 22. حالا بین این سه تا یکی رو انتخاب کن. 20. شماره 20. شماره 20. آقای محمد حسین زاده است. محمد شماره 2 هم همین بود، شماره 22 پوچ بود. دیدیم دیگه تو این سه تا اون دوتا باز بهتره. مخلصم، بریم بیایم، بریم بیاییم. خانوم سیب زمینی ویژه شما میرسه ها، نگران نباشید ها، داغ داغ تقدیم میشه بهتون. نه دیگه برای ایشونه فقط خانوم. جای الان مگه بقیه جایزاشون رو با شما تقسیم میکنن؟ بریم بچه ها، به جایزه های هم احترام بذاریم. بریم، آماده؟ یک دو سه بریم بیاییم. رکن قرآن قلب ایمان،
جان جان است این پسر، سید و سجاد زین العابدین است این پسر، سالکان ره چراغ راه دینش خوانده اند، قاریان طه و یاو قدر و سینش خوانده اند، شاهدان وجه خداوند مبینش خوانده اند، آسمانی ها همه ماه زمینش خوانده اند، عابدان پیوسته زین العابدینش خوانده اند، پیروان دین امام چارمینش خوانده اند، وصف مدحش از دم روح الامین آید به گوش، نغمه های انت زین العابدین آید به گوش. شکریم. به دمتون گرم. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. عید شما مبارک. عید شما مبارک. چکرم تیشرت هم خوبه؟ خیلی قشنگه. مخلصم. برچشم بد لعنت. چکرم. اشما. برچشم بد لعنت. اشما. که حالا یه روز میام اینجا معرکه میگیرم و داستان ده. اینو مامانم گفت تو داری لاغر میشی، بپوش که یه وقت چشت نزنن. لاغر شدم نه؟ نه. لاغر شدم؟ مامان شدم معلوم هستم. 200 گرم. خب من یه استنداپی داشتم فکر کنم مثلا فصل قبل بود در مورد آشناییم با همسرم، گفتم ادامهشو میذارم بعدم میگم، الان میخوام اون بعدنه رو الان خدمت شما عرض بکنم. خانومم هم میخواست باشه مون تا دعوت شد دور همی، نتونست بیاد دیگه. دور همی یعنی مهمونی دعوت شد، نه دور همی مهمونی دعوت شد. بله عرضم به خدمت شما که خانواده همسر من خیلی انسان سختگیری بودن، یعنی زمانی که فهمیدن میخوام بیام خواستگاری خیلی مخالفت کردن، اما من یاد گرفته بودم برای خواستام بجنگم. به خاطر همین رفتم تو اعتصاب غذا، 2-3 ساعت دووم آوردم تا اینکه مامان کتلت گذاشت. بعد اصلا تو میدونی که کتلت مامان رو نمیشه نخورد دیگه، با شکست مواجه شد، با کله خورد زمین اعتصاب. ولی این یک کلاغ 40 کلاغ شد. این 2 ساعته رو یک گفت 2 روز، یک گفت 2 هفته، 2 ماه داشت به 2 سال میرسید. اونها گفتن بیاد تا نمرده که رفتیم. ولی قبلش گفتن ما باید تحقیق کنیم، که مامان من گفت با اون نمیخوان دختر بدین دیگه، الکی سنگ جلوی پا نندازین دیگه، اصلا مگه اسب پیشکشی و دندونشون میشمارن. بعد بابام گفت مامان اصلا این ربطی نداره، که بابام گفتش که نه ببین خانم راست میگه، تا پنیر داغه باید تنور رو بچسبونه. گفتم آقا 2 دقیقه شما ضرب المثل نگی، من ببینم چیکار میخوام بکنم. اونا اومدن تحقیق و یه آقای اومد و اول رفت تو بنگاه محل، گفتش که آقا این چه جور بچیه؟ گفت ببین زیاد آدم سربرای نیست، رفیق بازه، شب دیر میره خونه، هیچ کی ازش راضی نیست. گفت چه جالب شما چنین اطلاعات دارین. گفت من باباشم دیگه اطلاعات نداشتم. رفتن خیاطی محل، رفتن خیاطی و گفتن اون چه جور بچه‌ای؟ گفت من زیاد اطلاع ندارم راستشو بخواین. گفت مگه لباساشو شما نمی‌دوزین؟ گفت چرا سایزاشو دارم، به دردتون می‌خوره؟ گفتن که نه. گفت ولی می‌دونم که قدمای بزرگی برمی‌داره. گفتن که از رفتارش فهمیدی؟ گفت نه از شلوارش فهمیدم. چون این همش من دارم می‌دوزم در زدالان شلوار اینو. اومد بیرون، رفت سوپرمارکت معلمو. سوپرمارکت پسرعموم بود. من خیلی بهش سفارش کرده بودم عوامو داشته باشه و اینا. رفت داخل گفت چطور بچیه؟ گفت سهیل عالی، یعنی شما بگو یک چیز نامتعارف اینجا بخره.
فقط مایحتاج خونه رو تهیه میکنه. طرف گفت ای چه جالب، یه اون سیگار مشکی رو میدی؟ گفت ای چه جالب، دقیقا همین رو نمیخره، دقیقا همین. گفت ای اون سفیده چی؟ گفت اینو نخی نمیخره مثلا. مرد گفت ای چه جالب، خب آقا سول فنده کشو از کجا بر نمیداره؟ گفت دمه داری، یه دست افتخار خودتون بزنید. یه بار دیگه میگم بخندین. گفت ای آقا سول فنده کشو از کجا بر نمیداره؟ گفت از دمه در. خلاصه اومد از کسبه محل بیرون، رفت سمت اهالی محل که اونا رو مامانم شیرفهم کرده بود. گفته بود ببین اگه این داماد اونا نشه ممکنه داماد شما بشه، خودتون یه چیزی بگین که بدن بهش. که گفت باش. خلاصه یه جوری تعریف کردن، ما رفتیم خواستگاری. خواستگاری رو حالا زیاد امروز نمیگم، میذارم برای یه موقع دیگه چون خیلی مفصل واقعا. ولی میخوام از زندگی مشترک بگم. وارد زندگی مشترک شدیم، یک عالمه تناقضات داشتیم با هم دیگه، خیلی عجیب بود. ببین در خانواده ما دو چیز اصلا وجود نداره، یکیش سکوته. یعنی تو خانواده ما بچه دهن باز میکنه دیگه نمیبنده. خانواده اونا اصلا بچه دهن باز نمیکرد. خیلی عجیب بود. یعنی در خانواده ما رایج‌ترین جمله این بود که چرا خفه نمیشی، در خانواده اونا این بود که چرا ساکتی. یعنی مثلا خونه ما یه بار مهمونی بود، 11 نفر بودیم، اون 10 نفر دو به دو داشتن با هم دیگه حرف میزدن. من دیدم ایشکی منو بازی نمیده، گفتم حالا خونه اونا میرفتی ضربان قلبتو میشنیدی، اول فکر میکردی مثلا بادر استرس، بعد میفهمیدی بادر سکوته. یا من روز خواستگاری یه خیار گاز زدم چنان خاردی کرد در اون سکوت تا روز عقد پژواک صداش می‌خورد به دیوارا. خیلی جالب بود واقعا. بالاخره روز خواستگاری هم در راستای هم میگفتن که آدما و عروس خانم برن تو اتاق صحبت بکنن، که ما رفتیم اتاق، توی نیم ساعت فقط یه دونه گفت بله. چه شاید فکر کنی اون نه اون بله معروفو نگفت، یه جای حرف من گفتم ببخشید من خیلی حرف میزنم، گفت بله. اون بله رو گفت. بالاخره ولی بعد از ازدواج این فیلم یعنی یه آپشنه که من خیلی حرف میزنم، بخاطر همین دوست داشت منو. یعنی جریان کمدین شدن منم از همین بود. من که تو خونه گفتم همش دارم تنها حرف میزنم، همینو برم رو صحنه پول بگیرم. این انتهای ماجرا نبود، یک تناقض بزرگتر هم داشتیم. میدونی از کجا شروع شد؟ از جایی که ما رفتیم رستوران، اومدیم دسر بخوریم، این گفت میل ندارم. این جمله اینقدر برای من عجیب بود، فکرم اشتباه شنیدم، گفتم ایمیل نداری میخوای برات بزنم؟ گفت نه میل ندارم. مثلا میل ندارم چی؟ ما همیشه میل داشتیم، از این حرفا ما نداریم که. یعنی من و داداشم از بچگی یاد گرفته بودیم سر غذا باید بجنگیم. یعنی انسانهای اولیه وقتی شکار میکردن، شکار رو میبردن تو غارشون، دیگه مال خودشون بود. ما غذا رو میبردیم تو اتاقمون، مال خودمون نبود. یعنی جوونا تو سربازی خشم شب رو یاد میگیرن، من از 5 سالگی داشتم و داشتم خشم شب میخوردم. باور کن. یعنی همه خواهر برادر رو سر مثلا ارث و میراث با هم دعوا میکنن، من و داداشم همین الان 2 سال سر تعدیق ماکارونی قهریم. اینقدر بین ما جنگ سر این قضیه، مخصوصا موز. حالا تو خانواده اونا کاملا برعکس بود. یعنی مثلا تو خانواده ما یه موز وقتی میومد به سرعتی من و داداشم میخوردیم، این هضم میشد، میرفت به چرخه طبیعت برمیگشت، دوباره تبدیل به موز میشد. تو خونه اونا هنوز تو یخچال بود موزه. بعد دیگه بعد فکر نکنی اصلا آدمای خسیسی انا، به هیچ شما بسیارم دست و دل بازن. یعنی اون موزه که تو یخچال خراب میشه باباش موز جدید میخره که اینا جدیدا رو نخورن. کاملا اینجوری بود قضیه شون. ولی خب صحبت کردیم با هم دیگه و به تفاهم رسیدیم دیگه. دیگه یه مرد مگه از زندگی چی میخواد؟ یه مرد از زندگی چی میخواد؟ تو فکر کن همسر تعدیق ماکارونی رو نخواد، بگه مال تو. ما مرد خیلی خواستامون تو زندگی ساده است. فکر کن پرتقال پوست میکنه، دوتا پر رو بخوره، بغیر بگه سیرم بده به تو. فکر کن همسرت گوشت خورش رو ندوزده فرار نکنه. طلای این همسر. واقعا از همینجا میخوام ازش تشکر کنم. مرسی که اینقدر همپای من هستی، به افتخار خودتون و پدر مادر و همسر همه. تشکری.
سهیل غلام رضا پور. یک دو سه. ایرامتم من چه شاخ و باحال، اگه منو داری زدی تو خال، کاش بشی همش مال من، که به شمرام با جوان اندوانه شد بون صدو، داریمش تا شد صدو، ساعتو میشمارم و تا بشه ساعت بخش، اندوونه بیماریه بهتر از دلداریه، اگرم اون تکراریه همینه همینی که هست. خب سیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم باز دوباره میام. بابا خانم آقایون عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خانم آقایون شما خیلی خفنین. خیلی. مهمان امشب خندوانی یک دوست قدیمی هممونه، با نمک، دوست داشتنی، از دل خندوانه بیرون اومد و همینجا شناخته شد و همینجا هممون بسیار باش خاطره داریم، خیلی کیف کردیم، در پروژه های زیادی هم نقش آفرینی کرده و کسی نیست جز نیما شعبان نژاد. خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. بفرمایید. خجالت کشیدم. اختیار دارید. ببخشید پشتم. ببخشید پشتم. چه عجیب وی شده. یه چیه؟ حالت چیزی پخش می‌کنه نگا. حالت چطوره؟ خوبم، خوبی؟ خسته نباشی. قربونت برم. تو خسته نباشی. مرسی. تو این فصل نبودی، داری چی کار می‌کنی؟ 68 پروژه رو با نه 53 تاست ولی خب 53 تا پروژه همزمان. چرا واقعا انقدر داری کار میکنی؟ چی شده؟ پیش اومد، برنامه ریزی نکردم، یعنی یه ها میفتی توش، یعنی فکر میکنی یه وقتایی هم هست که کمتر از این کار میکنی. آره واقعا، آخه الان یه جوری شده که نمیتونی ریسک کنی وقتتو بذاری تو یک پروژه، بعد ممکنه نگیره و دیده نشه دیگه. آها الان هی پروژه های آخ بعدم پروژه های الان هی دوچار اشکالات هم میشن، یهو میخوابه نصف کاره میمونه، کرونا به هم میریزه اوضاع رو، چهار تا باید بری یکیش بشه، یکیش بگیره تا شاید هم نگیره. نمیدونم، تحلیلم تو این برهه شاید اشتباه باشه. نه چته؟ من گفتم یه ذره شلوغ کنم. خوبین؟ خیلی خوشم. خوب هستیم. منم خیلی عالیه. نیما خودت از نقشه که توی خندوان خلق کردی بازی کردی کدوم رو بیشتر دوست داری؟ چی؟ بایرام. اونایی که بایرام رو دوست دارن دست بالا، دست بالا ببینیم. اونایی که کیا رو دوست دارن دست بالا، کیا. اونایی که خانومی رو دوست دارن دست بالا. اوه از بایرام دارم. یعنی خانومی یک، بایرام دو. آره. با فاصله کم. منم همینطور، من که عاشق بایرامم. من خودم ولی پاینده رو دوست دارم زیادتر. آها پاینده، دکتر پاینده رو کیا دوست دارن؟ پاینده میزان طرفداریش کمه. خب آرمانم اونو دوست دارم. من همه نقشات رو دوست داشتم. مخلصم. غیر از چیز جوبانو؟ جوبان. جوبانو دوست داشتی؟ نمیشد. آره جوبان. آره موافقم با جملت.
جوبانو دوست دارم ولی خیلی قلابش به بخش نمایش نمیگرفت. نمایشی نمیشد چون پرسوناجی بود که تو خودش همه چی اتفاق میافتاد، نمیشد باش دیالوگ برگزار آره. کرد، یه مدلی موقعیتی باش خلق کرد. آره. یه جوری هم طراحی شده بود که حرف نمیتونست جمله ها رو طولانی نمیتونست طولانی دیالوگ بگو. مثلا جوبان هسته ناناس هسته آلمه نسته الان که میگه آدم باقی ولی کوچولو کوچولو بود، هی قطع میشد، نمیدونستم چه جوری باید کش بدم توی تعامل. نه ولی مثلا چیز مثلا بایرام اصلا در جا موتورش روشن میشد. بایرام بگو. بایرام گفته بودم همیشه میکس چند تا شخصیت جالبه بدونن، نه که از مامان بزرگم توشه و شوهر عمه مامانم و آره و یه معلم ورزشی که راهنمایی داشتیم. هر کدوم اینا چه ویژگی داشتن که با هم دیگه ترکیب شدن؟ شوهر عمه مامان یه آقای قومیه که یه مثلا یه حال شما چطوره خوبید یه حالا اینجوری داره صداش اینجوریه. معلم ورزشمون یه تیزی اینجوری داشت، بعد شخصیت مامان بزرگم رو انداختم تو بایرام چون مامان بزرگ من یک پیرزن با نمک مدعیه و هر چی بگی میگه میدونم. خیلی هر همه چی رو بلده، هر چی همه چی رو بلده، هر چی هر چی بگو فرانسوی دو تا کلمه میگه، اصلا مثلا بگو اوکراین و اصلا نمیدونه چی شده اوکراین. میگه میدونستم اینو جنگ میگه اوکراین. میدونستم میگه من قدیم انقدر رفته بودم اونجا همیشه همین جوری بود، همیشه جنگ بوده جوریه. و اینو جز کجه این دیگه همینجوری شد دیگه دیگه اینا یه چی الان یه که مثل اون جملاتی رو بگو از زبون اون از زبون کی از زبون بایرام بایرام چی مثلا بگو بایرام چطوری خوبم ممنون خوشحال چه خبر خوشحال که بعد دوست دارم که من شما رو خیلی دوست دارم دوست داری ولی من شما رو دوست ندارم آره بایرام چه خبر بینه ولی آها اون من بله من چیز شده فکرم نقل مکان نه همونجا هستیم جای قدیم همون محله قدیم میشینیم ما بایرام اون پدر رو تا نظاری آره اون فشار میاره که استحکام لحن بهتر میشه کیاره بگو درست سر میتونم روش حرف بزن تا اون عبر نمیاد نمیتونم نه چیزه بگو کیاره بگو جا هم اینجوریه دیگه مثلا صحبت میکنه یه ذره عصبیه و حاله میکنه دیگه چه؟ بخور دیگه آب بخور دیگه چه خبر؟ سلامتی تو چه خبر؟ خوبم خیلی فیلم ایران مجاور یادت شوخیاشون چجوری بود با اره شوخی میکرد باند پیچی کرده بود خوشی میکردم چی میگو بچه با اره بریدن نصفم کردم میخندی آره چطوری؟ بد نیستم خیلی خواستم بیام بگم که خیلی من تو این برهه کرونا فهمیدم چقدر ایمنی بدن رو اصلا تا قبل از اون بهش فکر نمی کردیم ما آها. که تقویتش کنیم عادی بود برامون دیگه فقط می دونستیم سرما می خوریم مثلا باید ویتامین سی بخوریم انقدر درگیر مولتی ویتامین های روزانه نشده بودیم دغدغشه من همش مریضم به خدا یعنی یه باد می خوره می افتم باد نخوره می افتم گرم باشه از یه بر دیگه گرم باشه میافتم سرد باشه میافتم نمیدونم معتدل باشه میگم چه هوایی میافتم چرا روحیت هم نسبت به مریضی یه ذره همچین از دست رفته است یعنی نسبت به مریضی زود جا میزنی نه تو برنامه هفته تو برنامه ماهیانه هم هست یعنی که مریض شی آره یعنی میگم بعد دیگه هم پذیرفتی که آره مریض مثلا 23 به 23 دیگه میدونم مریض میشم یعنی عرضی امروز هم از همون روز هست میبینی گوشم قرمز شده چراغ چکم روشن شده این داره آلارم میده که ممکنه مریض شیم امیدوارم که نشم نیما اگه بیلبورد بزرگ داشته باشی روش چی مینویسی همه بخونن هیچ خبری نیست واقعا هیچ خبری نیست هر چی میره جلو میفهمم هیچ خبری نیست چجوری ترجمهش میکنی؟ برای دیگه بیلبورد ولش کن هیچ خبری نیست دو. آره کلن تو مردمان یه آرزوهایی تو ذهنشو میپرورونن بعد بابتش بسیار تلاش میکنن و خیلی ها بهش میرسن خیلی ها هم نمیرسن خب و اونایی که نمیرسن سرخورده میشن از یه طرف دیگه
بهشون فشار میاد. اونایی که میرسن از نظر اونایی که نرسیدن میشه آدم موفق. بعد آدم موفق دوباره از یه جا به بعد به خودش میاد، هرچی سنش میره بالاتر میبینه خب یه سری ویژگیاشو داره از دست میده. مثلا شهرت یه برهه‌ای خیلی هیجان انگیزه، میاد مثلا سراغ خود من از 6-7 سال پیش، 8 سال پیش که تو خندمان شکل گرفت. جوونه که تئاتری بودم اصلا تلاش میکردی دیده نمیشد و خیلی حتی خاطرت باشه یه بارم با خودت حرف زدم یادت هست چند وقت پیش داشتم فهم میکردم یه غروب جمعه یا گفتم که مثلا من موهام سفید شده، 8 سال گذشته، من شهرت رو تجربه کردم، حس دوست داشته شدن رو تجربه کردم که مردم لطف داشته باشن به من، بیان سمتم، ابراز احساسات کنن، بخوام با من عکس بگیرن، همه اینا رو تو این سالا تجربه کردم. ولی خب چی میمونه؟ هیچی. یه چیزی برای من تو این سالا خیلی بولد شده، برای همین میگم هیچ خبری نیست، این که بتونم بی پروا مهربونی کنم، بی دلیل مهربون باشم. قدیم انتظار این برات اهمیت داره. اهمیت داره. شاید یه پرانتزم باید باز بشه پایین هیچ خبری نیست که مهربون باشه، همین آها، فقط میمونه. هیچی خوشحال الان معنی میده هیچ خبری نیست. الان واقعا بی خودی هرس نخورین، بی خودی نجنگین، بی خودی دعوا نکنین، بی خودی همدیگر رو نابود نکنین ها، بی خودی آره. همدیگر آسیب نزنین، با هم مهربون باشین. خبری نیست، با هم مهربون باشین. برای آدمای خیلی موفقی که برای ما ایگوان تو خارج از ایرانم خیلی ریلکس تر، راحت تر، خود تو خود خانواده خود آرتیست و بازیگر، مثلا مثلا برای متو مکانی اصلا خبری نیست. آره. نه صفحه مجازی براش مهمه. آدمه میره توی فیلم یهو 20 کیلو وزن کم میکنه، همه کاری میکنه برای یه نقش، بعد یهو میبینی یه دونه سبد دستش گرفته با یه دونه از این چیه، این زیلوت، نه زیلو، زیرانداز چند چارخونه سفید قرمز خوشگل، با مثلا زن و بچهش میره پیکنیک، مثلا توی چمنی میشنن توی چمن ساندویچ میخورن و اصلا انگار نه انگار اون شخصیت خارج از زندگیش یه شخصیت دیگه است. آره میفهمم. خاطره من از نیما وقتی که اومد به خندوانه این شکلی بود که دکتر استاد کهنمویی رو که دیدین، محمد زیکساری توی تئاتری بازی میکرد، من رفتم اون تئاتر دیدم، خیلی به نظرم بامزه بود، خیلی بهش گفتم که بیا به خندوانه و اومد فصل یکم بود، گفتم بیا ما یه کارایی میخواییم بکنیم و یه مثلا مخالفخونی های شخصیت مخالفخون میخواییم و بین تماشاچی بشین و یه های یه جا بلند شده بود که آقا این چه وضعشه، این چه بساطیه و اینا، مسخربازی در بردین، هر که باز خودتون شادی میکنین، دست میزنین که چی بشه این کارا و اینا. این شخصیت توی کارهای اینجوری نماینده اون جماعت مخالف اینجور رفتارها و برنامه هاست. میام اینجا که همتون رو بتونم ببینم. توی پروژه های این شکلی طراحی میشه، این شخصیت مخالف خون همیشه هستش. بعد قرار شد اومد و نشست و ما بخش اول گرفتیم، برام به خدا سلام فلان اینا، من اینو نگاه میکردم این کیپا میشه و اینا، نه چیز نبود، نکه. بعد تموم شد اون تیکه، گفتم خب محمد گفت باشه، تو تیکه بعدی قشنگ پا میشم میگم و اینا. بعد قرارم بود بگه که بگم خب حالا که اینقدر دلخوری چرا اومدی اینجا، میگه من خونه خالم اینا اینجاست، خونه خودمون شهرستان اینجا، سربازی افتادم چیز شدم، مرخصی گرفتم اومدم، اونا خونه نیستن، اومدم بذار اینجا بشینم بعد میرم خونه خالم اینا. بعد پارت دو رو گرفتیم، بخش سومو گرفتیم، بخش چهارم گفتم بابا تموم شد اون چه باشه دیگه، گفت من نمیتونم، خیلی سخته، قفلی شدم اصلا، هر لحظه که میام پاشم نمیشه. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت ببین من یکی رو میشناسم، رفیقمه، بچه از بچهای تئاتر خیلی خوبه. گفتم بابا اذیت نکن دیگه، مگه بخواستم برم میگه خودم بلدم برم بگردم تست بگیرم و اینا. گفت به خدا باور کن فلان. حالا میدونی یه چیزی که سب کن تموم کنم آخه. بعد یه روزی گفتم پاشو بگو بیاد فرداش، یه محوطه باز طبیعی چمن و درخت و اینا بود، چقدر خوش انرژی بود، خیلی خوش انرژی داشتیم حرف میزدیم، یادم یه پسر لاغری با کلاه جی کپ با ریش آره اومد، خجالتی هم بود واقعا، چون خجالتیه آره خیلی آره. واقعا خجالتی تو بازی نه آره. نه تو معاشرت خجالتی خیلی
اومد و گفت سلام و فلان و گفتم کلا ایشون هداره، گفتم حالت خوبه و اینا، بود دیگه شروع شد و گپ و گفت کردیم و اومد نشست. از ثانیه که بعد شروع کرد و دیگه تموم شد گرفت، و هم با استعداد و هم پوشمند و هم نکته سنج. گفتم آره با استعداد، باهوش، نکته سنج، حواس جمع، براش مهم، دغدغه مند. لطف داری. تنبل؟ نه تنبل نیست. نه تنبل نیستم. شوخی کردم. بی‌نظم؟ بی‌نظم. اصرار دارم خوبیاتو میگم. یه دو تام دو تام. نه. نه با میدونی که دوستت دارم بسیار و اصلا ما لازم کم از شما یاد نگرفتیم آقای جوان. اگه اینجا نشستیم کم از شما یاد نگرفتیم. مدیون زحمات شما. و میخوام اینو بگم که یهو درخشید و همه چیز دیگه برای اون یک چراغ گنده‌ای برای روشن شد. واقعا از این فضایی که به من دادی. چاکر مال خودت. حالا بخشش ممارست من بوده، خسته نشدم چون اوایلش خیلی جان زدی. آره جان زدم. تو این سالا توی روابطمون ما افت و خیزهای زیادی داشتیم. فراز و نشیب داشت. طبیعیه. داشتی؟ من سختگیری‌های خودم رو تو کار دارم، نیما سختگیری‌های خودش رو تو کار داره. ولی واقعا نیمه توقعاتی از هم دیگه داریم تو کار. تو رفاقت طبیعیه. یه جاهایی ممکنه به هم دندون نشون بدیم. آره ولی در نهایت نیمه پر لیوان واقعا علاقه قلبی جفتمون به همه. آره. اون که پیش میاد واقعا آره. بابا یه زن و شوهر تو خونه زندگی میکن، فکر کن مثلا 6 سال هر روز هم رو ببینن که دیگه تیکه تیکه کردن همو. یه روز مثلا آقای خونه نره خرید برگردن، هر روز میدیدیم واقعا باز کم به مشکل خوردیم. آره. یعنی جرقه بزدیم. ولی خیلی خوشحالم از این بابت که خیلی تو این سالهای از آدم میپرسن چجوری میشه مثلا بازیگر شد، چجوری میشه نمیدونم. خیلی سوال کلیشه‌ای و تکراریه. آقا واقعا سوال خیلی هست. آره کسی اگه جوابشو کیا... پیدا بکنه بازیگر میشه. همین الان کیا این سوالو اینجا دارن؟ خیلی ها. آره دارم. چجوری میشه بازیگر شد؟ اینقدر شهرت من نمیدونم. شهرت از بیرون جذابه. واقعا من اون سالها اصلا خودت داری من اصلا واقعا برام اصلا نمیدونستم شهرت چیه. من نمیدونستم معروف شدم. به خدا رفته بودم پارک ملت، اصلا یادم از اون گوشه داشتم همون جوری که عدم در آوردی میومدم با گلا، یهو یه سری آدم اومدن دورم گفتن میتونیم باهاتون عکس بگیم. یه لحظه گفتم عکس دستم دارن میندازن، گفتم عکس اصلا یادم نه من ندیده بودم دو ماه خود نز من ندیده بودم رو جلد مجلم. بابام گفت خب دیگه دو رفتیم دارم حرکتی دارم خیلیمون برایش مهم و عیدان زده میشه اصلا. گفتم بابا من توی یه برنامه خندوانهی داره پخش میشه، رفتم از این چیه ستاپ باکسه چیه اون آره که الان دیگه خیلی تو تلویزیون ها نصبه دیگه، اون موقع نبود اولش. گفتم اینو گرفتم و بذارم شبکه نسیم، من یه برنامه از خندگو الان مسابقه والیبال من بزنم تو رو ببینم هر روز دارم میبینم. راست میگه باباش اینجوریه. باباش در کمترین میزان واکنشه نسبت مثلا به اینکه پسرش الان داره تو تلویزیون بازی میکنه. مامانش نه ها، خاطره دارم ازش. یک مثلا 3 ماه گذشته بود، من هر قسمت توی خندوانه فصل یک یه اسم داشتم و تیتراژم نداشت، یه آدم بی هویت گمنام بودم، فقط میدونستم اون چهره هست. آره. اسمی نداشت. آره. هویت نداشتم. شوخی بود که تو اسمت معلوم نیست. آره هر دفعه یه اسم داشتم. آره 2-3 ماه گذشته بود، بابام خواست بره یه ماشین بخره، گفت بیا تو رو با خود بیا بری معروف شدی اینا، این ماشین تخفیف بگیر اینا. من گفتم حالا اونقدر مخاطب مثل الان مثلا یا 50-60 میلیون بشناسنت نبود شرایطمون، یه همون میزان آدمی که شبکه نسیمو میدید. آره، خیلی کم بود. اوایلش کم بود. به این وسعت آره، نبود. بعد هیچی رفتیم و یه پسر بقایت گوش تلخ، یه ذره توپل، بعد رفتیم و اومدیم دم در، گفت مثلا 3-4 تا هم ماشین داشت. بعد بابام گفت اومدیم از تو دفتر اون پسره پله ها بریم پایین که ماشینه رو نشون اون بده. تو را پله بابام یه ها گفتش که شناختی آقا نیما رو؟ و من کبود کلم قرمز، گفتم خجالت ولش کنه، گفت اه شناختی آقا نیما رو یعنی چی کارم داری؟ بذار من حرف همونم.
حالا گفت باید بشناسم. گفتم نه آقا چرا باید بشناسی؟ گفت باید. بله چرا نشناسی؟ گفت مگه تو نمیگی معروف شدم؟ بعد به من زد دوباره. گفتم افتاد تقصیر تو. گفتم من گفتم میگی من. آره میشناسن، خب شاید همه نبینن. گفتم چه خب برای چی پس میایم اینجا تو وقتی تو رو نمیشناسن منو ضایع میکنی؟ من همین جوری کوچیک میشدم و تحقیر میشدم. با سرگاه آره با آقای جوان توی برنامه این خندوانه، نمیدونست اسمشم. گفتم خندوانه ندیدین؟ من دوباره گفت نه من تلویزیون نمیدونم. تخفیف با گفتم من جون مادر دیگه تخفیف بده. گفتم حالا ما خیلی خانواده موجهی هستیم دیگه، دیدم شهرت میشه به ما تخفیف بدین؟ گفت ما آدم های خوبی هستیم، ما قیمت همون این که گذاشیم تخفیف ندن. بابا هم گفت نه پسرم رو میشناسی، نه تخفیف بدید. با همون راه میاد دو تا بازنده و گوشه بقل هم وایستاده بودیم و تخفیف نداد. یه بازی بکنیم؟ بله. آقای شاه حسینی مستر بینه؟ بله مستر بین، شما کدوم جناح استودیو رو به عنوان تیمت انتخاب میکنید؟ همین جناح. این ور؟ بله. من هم این ور. سلام. اصلا شل نشینین، اصلا خودتونو بی تفاوت نشون ندین، شاخ و براق بشینین، همه یه ذره خیز بگیرین جلو. آقا جلو. من تکیهتونو بردارین قشن بشینین سر صندلی. ببین نگاه کن عزیزم، این چجوریه بازیه؟ اینجوری بشین. آها این یعنی من آمادم. این آقا ولی این اصلا یعنی الان به درد نمیخوای؟ این خیلی خون سردم. نه عزیزم ما میخواییم آماده. یک دو سه. خب نه رب ترکیب ما فرق میکنه، شما کامل ریلکس ولوشین اصلا این بر همه دراز همه دراز. پنج ثانیه مرتبط. خب من آره. کجا برم وایسم؟ ما خیلی خفنیم. تیمو ببین چه تو سکوت اصلا سیاست گزارشو سیاست گزارشو فرق میکنه این بر. تو الان پویسرت کسیه؟ من نه. نه؟ یکی بیاد وایسه؟ نه. چرا داری صف میبینی پشت سر منو؟ نه نه فکر کردم یکی نشسته دیده نمیشه. گفتم اون کجاست اون اصلا؟ بریم آماده. با آقای جوان شروع میکنیم. آماده. انقدر شلوغ میکنن میبازنم. آقای جوان. حالا من اصلا اهل مسابقه نیستم. آقا سکوت دیگه، من تمرکز لازم داریم. تابلوی اعلانات. عکس، خبر، پایه، متن. درسته؟ میدونی که پایه رو تا وقتی بکنم نفهمیدم منظوره چیه، بعد فهمیدم پایه، نمیفهمیدم. ببین ما این سوالی که الان میپرسه رو میخوایم ازش رد شیم. چرا؟ لجتون بگیره. نه اونو به چی؟ نه 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 سکوت. جواب بده به جنگ. آی شعبانه جات بفرمایی. جرثقیله. جرثقیله قلاب باب. یه لحظه وایسه یه لحظه. نه کار چی گفتی؟ نه پاستیل شنیدم، ماسکارو دارم. آره بعد دقیق بشه چی بود؟ جرثقیل. چی داشتی؟ مثلا جابجایی، پروژه عمرانی، رانندگی سنگین، وسایل سنگین. ما گفتیم لاستیک قلاب، اصلا ما ماهیگیری رو گفتیم. آی جوان نیم رو ماهیتابه، روغن، کره، نمک، فلفل. آقا بگی. آی شعبان نژاد. آقا بیا زر من نصب کن. ببخشید من وقتی ببخشید. پرت میکنم سمت شما بدون هیچی اون موقع تو مغزم نیست. وقتی شما رو ول میکنم مثل بچه چیزا میام این وسط. آقا. بدون که مسلط هم به اوضاع، ولی وقتی اینجوری هم با اتون این چی تو مغز من نیست. آقا چیه؟ ما تیممون عین من خجالتیم همه. ها دیگه حالا تو به خدا هیچ کی نگاه کن غمگینیم اصلا ما. بریم جون گره بذار بذار. خب آقای شعبان نجات اتوبوس رانی، صندلی، مسافر، بلیت. گفتیم دیگه، گفتیم صندلی، مسافر، بلیت. گفتی؟ بله. بلیتو نگفت بابا. بلیتو گفت. آها نه اینجا گفت. دو دو
بله تا گفتیم بابا ما چون صداها ضبط نمیشه بعد آی جوان اینک آها داره میپرسه سب کن اینک آفتابی آفتاب شست لنز سایه نه نه گفتیم یه لحظه آقا سایه آره گفتم آفتاب سایه ایجاد میکنه تو چشم بابا آره مؤمن خدا سایه ایجاد میکنه چیه؟ سب کن چند تا گفتیم گفتیم لنز دسته آفتاب همین سه تا بسته لنز دسته آفتابه آره. سایه های شعبان نژاد شطرنج شطرنج مهره صفحه فیل گفتم گفتم چی گفتی؟ هرچی مهم اینه که بگو چی گفتی؟ بگو گفتم صفحه شطرنج مهره فیل چند تاشو گفتیم اسب رخ فلان بگو بفرم آی جوان آلپاچینو آلپاچینو پدرخوانده بازیگری دوربین سینما تئاتر به دنبال ریچارد looking for ریچارد آی شعبان نژاد فیلمی که سخته آی شعبان نژاد دمپایی دمپایی دستشویی شلنگ پیاده روی رفتن کنار ساحل آی جوان استادیوم فوتبال تشویق بوق جمعیت چمن دروازه تیر یک دو سه آی شعبان نژاد بچه سب کنیم بچه سب کنیم این هاش آخرش هم بگیم ببین یا که من چی بگم میگم آماده یک دو سه نه ما داریم تبدیل به جانور رو اینا میشه آی شعبان نژاد سکوت سکوت آرامش ریلکس بودن تمرکز گفتم درسته آی جوان باد بزن گرما آفتاب خونه خنک کردن با آقا آقای جوان جانم ما که دارم چیز میشه گروچو مارکس بچه های موج مکزیکی بریم از اینجا نه الان خرجش نکن آقای شعبان نژاد کاوشگر بابا چرا ببخشید بگو بابا من رفتم رو ایشون قبول نیست حواسم نه رفتم رو رفتم. یه بار دیگه بگو کاوشگر جستجوگر مسافرت آقا شما پات رو کسی بره نره بخوری زمین صاف باستی فرق نمی آی جوان ساختمان پزشکان مطب دکتر مریض وقت پرستار منشی ها یک دو سه آی شعبان نژاد قارنشین قارنشین انسان اولیه چی گفت؟ چی؟ من نمیفهمم قارنشین. قارنشین فکر کنم میگه خاکشیر بگوتم اون چرا اونا رو داره انسان اولیه چی؟ آقا آی جوان ماشین آتش نشانی شلنگ آتش نشان شلنگ آب آتیش سانحه اتفاق ماجرا دنگ بیا به اینا رو نجیر من رو نگاه میکنن با تنفر شلوغ میکنی آخه بس دیگه آقا ما اینجوریم روش بازی ما اینه هوچیگری تموم شد؟ ندارم چرا رفتی نشستی برو با تموم نمیشه نه سب کن آخه آقای شعبان نژاد آقای نه نوبت شماست لبو فروش گاری سینی جناب خان ها آفری نماد لبوه دیگه آی جوان پل آبر خیابون تقاطع امنیت پله ارتفاع خوبیم نه خوبیم آی جوان نژاد جان مستربین بس تو رو مز قیلوله آخ قیلوله خوابیدن تابستون بالش پتو خواب بعد از ظهر خواب بعد از ظهر تا
تموم شد؟ داریم هنوز. بچه رفتم تو دل حریف نشستم. آی جوان هواشناسی. ای وای بگین. باد، بارون، طوفان، آب و هوا، تغییر جو. هواشناسی آب و هوا اینجوری. یه موج مکزیکی از اینجا بلند میشه اینجوری میره. 1 2 3 برو. اینه. آماده. آقای شعبان نژاد جانم، برج میلاد، برج میلاد، ارتفاع، ساختمون، مساله، سیمان، لوس‌ترین چیزای ممکن رو گفت. تمام شد. ادابازی هم پانتومیم هم هست. تموم شد. بریم بیایم ادابازی. من ادابازی نمی‌کنم. بی خود می‌کنی بابا. نمی‌کنم. غلط کردی. خدا من بلد نیستم، بدم میاد. ادابازی نه. آماده. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. می‌کنیم به روی دنیا، دنیا رو بغل می‌گیریم بدون غم‌ها، میریم یه جایی که غم و زاری نباشه، امروز میمونه می‌گذره دیروز و فردا. دنیا به روی ما بازه بازه، بپر تو بغلش با دوتا دستاش بازه، موندن تو بغل دنیا مثل یه رازه، روی زمین همیشه هست راهای تازه. سلام. سلام. رسیدیم به شب فینال خنداننده شوی 3. الان بزنید. واقعا شرمنده. خانم آقایان، محمد حسین توسلی، علی قریب. شب فیناله و من خیلی خوشحالم. وای چه حس خوبیه. فضا، سیاهی، سفیدی، پس رنگ ها کجا هستند؟ عطر بایرام برای فرازمینی ها. خانم آقایان، نیما شعبان نژاد مهمان خندوان است. جناب خانم بهمون اضافه شد. اووردیمش، اووردیمش، دست دو مال سپردیمش، اووردیمش، دست دو مال سپردیمش. جان بود جون، ما دیوونه ی نیما شعبان نژادم، یه دست و جیغ بلند میخوام والا. جونه نیما جان، بیا همین اول کاری یه بوسی بده که بیا جونم دوست اومدم. دارم اومدم برمونه برمونه برمونه
سه تا خیلی میخوامت. سه تا بوست دارم. خیلی میخوامت. منم همین. نیما مو یکی از فالوورات هستم، هر روز استوریات نگاه میکنم که تو ماشین مسخره بازی در میاری، هر روز خیلی حال میکنم، قیافت عجیب غریب میکنی، خیلی ما دوست دارم. یه بار پیانو زده بودی، نشستم پای پیانوت، خیلی گریه کردم. رام بود پیانیست حرفه‌ای ای پسر، حرفه‌ای. آفرین استاد پیانو. بابا نه استاد که خودتی، نه یه دلنگ دلونگی میکنیم سالها، یه دلنگ دلونگی کرد مزا لیتر لیتر عشق میریختم. نه بابا اینقدر احساساتیت که خیلی قشنگ میزنه، خیلی آفرین. یه شب بیام خونتون برام پیانو بزنی نیما جونم. بله تشریف بیار حتما. نیما بلدی آواز بخونی؟ آواز نه، آواز خوندن رو دوست ندارم مثلا. الان میتونی یه تیکه بخونی؟ چی بخونی؟ هرچی. نه میتونی؟ اونایی که میگن میتونه دستا بالا. آخه چی بیادم؟ نه واقعا نمیتونه. هرچی. هیچی نمیدونم، هیچی. شعر افتضاحم. بدون شعر بخون. لا 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 اینجوری. مثلا چی؟ مثلا لا 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 نه یه تیکه قشنگ بیو مثلا یه چیزی شما بخون جناب خام، من سعی کنم بخونم. نه بخون. نه آخه مدیدم رام بود یکی از بخون یه چیزی دیگه. آخه چی ندارم بخونم. یکی از بهترین برنامه های بایرام در تاریخ شبی بود که اومد او تایتانی که به او قشنگی اجرا کرد. دیوونه شدیم باش رام بود. یادته؟ Every night wife how way. آره همونو بخون. اونو میکروفون بدین. به 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 شاه حسینی پای میکروفون هم بیار. Every night wife. هم اونا رو که همه رو میتونم الکیشو بخونم. آره قد مو گریه کردم پای او خوندنه. پای تایتانی که بذار اونجا رو به ما. احساسی خوندی، خیلی خیلی احساسی رام بود. این پسر همش قلبه، سر تا پاش. احاج آقا دیوونه شم یعنی ها میفهمی؟ اینجوری نگام نکو، یه ترکیب سبز و قرمز. آره به افتخار نیما ادعا داره میشه امشب. چه همون تایتانی تو؟ همون تایتانی؟ هرچی دیگه، از اون دسته، از اون دسته بندی. مثلا یا مها اونم خوبه، یا مشا و ویری فوری و یا مها یا مشا و دیونت مای هاوی I feel you, I feel you. Hard was what way, the wild way to you. Oh, where you oh, I believe but my highway to you. خوب دمت گرم، خیلی ممنونم رامبود. رامبود یکی از برنامه هایی که ما خیلی حال کردم با کار نیما، یه شب بود اومدن با دانیال مورتال کامبت شدن. آره خیلی مامونه خندیدم، خیلی بامزه. یه تیکش الان ببینیم؟ بله ببینیم به افتخارش. نیما دو تا مش بزن. آگیش چی میزنی؟ الان فا برو بری برو. فینیشن بگم فینیشنه قد کن دوزی که چرا قد نمیشی؟ فینیشن برو با نارنجک بکشمش. آره برو برو برو. یه
نفر دیگه. اینه خیلی قشنگ بود، خیلی دمت گرم، یادمون انداختی رام بود. یکی دیگه شه میدونی کدوم خیلی دوست داشتم؟ چی؟ یه جا بود چالش آب یخ بود. آره بایرام آب جوش میریخ رو خودش. یه دیگه شو ببینیم الان؟ ببینیم. چرا این کارو؟ آیا ما بیشوخه؟ چرا این کارو میکنی؟ چالشه دیگه. چی؟ چالشه. چالشه چی چیه؟ چالشه آب جوش دیگه. چالشه آب جوش برای چیه این اصلا؟ خب نریز 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 نکن. مقابله با سرباز زمین زمین داره سرد میشه. آقا به نظر باید گرمایش ایجاد کنیم. عزیز از شخص داره شروع میشه. شما صبر کن ببینم، شما با این روش داری کمک میکنی به سرمایش زمین، یعنی به گرمایش زمین، اینکه زمین از سرمایش دور بشه. اولا غلط فهمیدی، زمین گرفتاری سرمایش نداره. زمین دوچاره در حرف میزنه. آقا دارم باهات حرف میزنم. دارم شما ببینید میخوام با جوش بذاره خودش. رامبو جوار خیلی عشقه. وای وای کو طرف دارای ایشون. زمین دوچار مشکل گرمایشه، یعنی زمین داره هر چی میره جلتر داره گرمتر میشه. همون نگاه آب گرم باید بریزین. نه شما بد فهمیدی، الان زمین سرد نیست. شما برو بیرون الان بدون لباس ببین سرد یا گرمه. ببین سرد یا گرم زمین. آقا الان زمستونه. خب خب چاله که برای زمستون در نمیشده. ای ریزو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، خیلی خوشم میاد. رامبورد بله قیافش مثل کارتوناست. آره جدن بله، این انیمیشن میمونه قیافش. مال پیکسار هم دیگه. من چشماش مثل نلبکیه، خیلی دوست دارم چشماشه. چشم گرم. یه دونم تو بردار جان. چیه اینا؟ یه دونه بردار کارت آلن دوباتنه. باش چش بیا چش. خب یک زندگی من برات میخونم. بفهم نظرتو بگو. چرا میخوام میگه به نظر تو وقتی مردم از زندگی خصوصی حرف میزنن بله چه چیزایی میگن؟ مثلا تو جمع میشینن میگن این مرد چرا اینقدر دل مهربونی داره؟ چون رامبد میدونی مو بدترین خصیصه که دارم رامبد همینه، مهربونی زیادم. ای عیب خیلی زیاد دارم، به شدت مهربون، به شدت بخشنده. ای بدبختی ما دارم رام بود. اینو جدی داری میگی؟ نه یه جدی نمیگم. به هر کی تو خیابون میری میگی بدترین عیب چیه؟ میگم خیلی مهربونم. بدترین عیبم اینه که خیلی صورت خیلی مهربونی. خوی بدترین عیبته پنج بوکس در بیارم رفتار تو در بیارم. ببخشید عذرخواهی میکنم، مشغول بودی. خواهش میکنم. بال تو چیه نیما؟ قرار بود بعد بخونم. آره. اگه قرار بود بین یک زندگی خوش خانوادگی همراه با زندگی متوسط حرفه‌ای یا یک زندگی متوسط خانوادگی همراه با زندگی موفق حرفه‌ای یکی را انتخاب کنی، کدام را انتخاب میکردی؟ سوال اول بعد بفهمیم بعد جوابشون. یک زندگی خوش خانوادگی همراه با یک زندگی یک زندگی خوش خانوادگی همراه با زندگی متوسط حرفه‌ای. آها خوش خانوادگی، یعنی خوش خانوادگی مهمتره. رامبو منم یه دونه بکشم. رامبو جان خودت چی میگی؟ منم فکر کنم همین انتخاب کنم. بله حرفه‌ای که ته نداره. رامبو سوالش یکم پیچیده بود، مو گوشم وسطاش پیچ خورد. آره بعداً برام توضیح بده سوالش چی بود. حتما ممنون. برای منم در اومده این که آیا شگردی برای حفظ آرامش خودت داری؟ چی؟ خب حتما دیگه همه داریم نه؟ بله هر کسی یه قلقی برای خودش داره دیگه. تو چه قلقی آره. داری حالا؟ چه قلقی شما داری؟ برای آرامش خود واقعا بسته به موقعیت‌های مختلف. بعضی وقتا زیاد حرف میزنم، بعضی وقتا سکوت مطلق میکنم اصلا دیگه حرف نمیزنم، بعضی وقتا محیط رو ترک میکنم میرم، بعضی وقتا میخوابم، بعضی وقتا فیلم نگاه میکنم، بعضی وقتا تشوریه یاده نره.
چی؟ دستشویی خیلی کمک. بعض وقت میرم دستشویی. خیلی کمک میکنه. خیلی تو آرامش کمک میکنه. یادت نره. بله. دستشویی یادت نره میکنه. فهمیدم دیگه. ها گفتی ها؟ گفتی. آره آره. تو چی قلقه چیه برای اینکه حال خودتو خوب، برای اینکه آرامش به دست بیاری، حال خودتو خوب کنی؟ آرامش من میتونم صرفا به نظرم تنها شدن نیست، یعنی بری تنهایی به یه آرامشی برسی. نه من گفتم از وقتی جات حرف میزنم با آدما، هر چیزای مختلف. من معاشرت واقعا با یه سری دوستای خنده‌دار دارم و واقعا اونا میخندونن منو، خوشحالم میکنن. یعنی وقتی که معاشرت میکنم تموم میشه شبش آرومم، چون از یک عالمه فکرای پراکنده بی خود شلوغ دورم میکنم. معاشرت حال آدم خوب میکنه. نیما یک جمله اگه بخوای به کسی بگی به کی میگی و چی میگی؟ به مامان بابات بگو. آره قطعا یادگاری بمونه براشون. آره. بگو. آره دمتون گرم، واقعا ممنونم که تو این همه سال صبوری کردین من دنبال هدفی برم که دوست دارم. شاید تا یه جایی میلتون نبود، دوست داشتین کارهای دیگه ای بکنم، حتی البته میدونم در راستای هنر بود، ولی حالا دیگه به این سمت کشیده شد. الان میبینم خوشحالیت، خیلی خوشحالم، چیزی مهمتر از خوشحالی شما نیست. دوستتون دارم، دمتون گرم. قشنگ گفتم اون بود؟ بله. اگه میخواید یک جمله دیگه؟ نه رامبو، بله اصلا کنار هم میبینمتون، یه بغضی میاد سراغم. چرا؟ حس میکنم دوباره اون ترکیب طلایی تشکیل شده، دوباره همون خندوانه مسخره همیشگی دوباره داره چک میگه، همون مسخره بازی همیشگی دوباره. خیلی عکستون قشنگران بود کنار هم، ترکیب خوبی هست. ممنونم از خدا کنار هم نگه، خدا بره هم حفظتون کنه. متشکرم. خدا تو هم برای ما نگرده. بیا نیما. میلاد، میلاد یه عکس نیما بیا بشین اینجا. ببخشید تا حالا عکس نداشتم. چرا بابا من دارم. نه سه نفری. سه نفری یه دونه دارم. عکس رسمی جدا خیلی میخوام. نیما بچه اونجا نگاه کنیم، میلاد عکس بگیر ازمون. مرسی. مرمون. نه نرو نرو، کار دارم نیما، کار دارم، کار دارم نیما. جناب خان یه لحظه عذرخواهی، تو که تو این کارهای سینما و این هنرپیشگی و اینا هستی، این چی جوری میشه بازیگر شد؟ این رمزشه به ما بگو. تو که جدن ما چون یه خورده هم دنبال اطلاعات تخصصی سینما هستم، گفتم تا اومدی بپرسم ازت. چقدر خنده داری جناب خان نازی. حالا چه قربونه چاکرم. اصلا فکر نمی کردم. نوکرتم نوکرتم. خیلی با بپرسم سوالای تخصصیمه. بفرمایید. بله. میگم ای چیز معلقا باقری زن واقعی جواد عزتیه؟ تخصص داری شما مو بپرسم؟ تخصص هم خانواده است. واقعا واقعا زن شوهر. زن شوهر واقعا. ریما رامین فر و امیر جعفری زن شوهرن واقعا؟ بله بله. اینا واقعا. بابک حمیدیان واقعا شوهر مینا ساداتیه؟ بله. اصلا با هم زن شوهرن؟ بله. اشکان خطیب یا آنایتا درگاه زن شوهرن؟ بله. خب به نظرت اطلاعاتم کافیه برای بازی تو سینما؟ تخصصی هستم. خیلی خوب گفتی. راست دیگه مثلا 5 6 تا میدونه زوج هنرمند بمونه یاد بگیره بگه تمومه دیگه. تمومه. ما چون خیلی دنبال میکنم این مجلات اینا رو دنبال میکنم، خیلی تست میکنم، آماده هستم. میشه منم معرفی کنی یه جای؟ خطر خدا جور جانتا اگه یه جای رفتی خیلی اون دوپینگت مو خیلی روز داشتم، قرص میخوردی دیوونه میشدی. آره محمد بهرانی هم بود توش، خیلی خیلی بازیگر مسخره بود اونجا. مو دیوونه خودت بودم فقط تو کار تونه دنبال میکردم. مخلصت خیلی میخوامت. خیلی قربونت بشم. نیما تو آدم فداکاری هستی؟ قربونت. نه نه چه فداکاری، تو خودمون موندیم فداکاری. گفتم مهربونم، تو داری فداکاری اضافه میکنی. چرا فداکارم چی یعنی؟ مثلا یکی تو چه یه جایی از خودت و از سهمت بگذری برای آره. کس دیگه. مالی اینا که آره. مهربونم مال شما این بود؟ مال شماست.
عوض هم شد، یعنی جامون عوض شد اونم عوض. بله همه چی اینجا مرتب و تحت کنترله. نیما جون باید یه قولی بدی که در بیرون از اینجا یه کاری بکنی آدم ها خوشحال شن. ببین من یه پیشنهادی دارم. اوضاع بانک خون در ایران به شدت الان خراب و به هم ریخته است. نمیدونم اینجوریه، من دارم جمله خبری دارم. بله بله. پیشنهادم اینه که یک روزی رو معلوم بکن و از آدم‌ها هم دعوت بکن. مثلا دارم میگم بگو من 27 اسفند میرم در یک جایی اهدای خون، که مثلا یا بگو در یک روزی که در صفحه خودمون منتشر کنیم که آدم‌ها به این واسطه تشویق شن برن خون بدن. باشه من مشکل ندارم، فقط روزش الان میتونیم؟ نه میتونی الان نگی برنامه، ولی قبل از عید باشه. قبل از عید باشه، چون عید یه ساعت میری خون میدیم که مردم همه، حالا مردم همه نه، ولی خب اونا که کسایی که تشویق میشن بکنن این کار. اصولا وضع راقب هستن، وضع بانک خون خوب نیست. این خیلی خیلی کار مفیدیه که انجام بدیم، بریم خون اهدا کنیم. قطعا به درد خیلی ها میخوره و خیلی ها نیازمندشن. بشنگ رامبو جون، الان که اینه گفتیم و یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید. بگو. کاش اون روز که میره خون بده، چون وضع کلی هم خوب نیست، یه اهدا کلی هم بکنه. حالا که دار قول میده نیما. بله بره کلیش رو اهدا کنه. بشنگه به نظر ما. آره ولی خواسته زیادیه. نه میدونم، میگم حالا که ممکنه خب ممکنه شرایطش جور نباشه. حالا اگر جور شد نه به نظرم می خواسته زیادی آدم از یه نفر داشته باشه کلیه قلب. نه اینکه خود آدم باید به این فکر بیفته کلیهشو اهدا کنه، ولی همینجوری به یک بگی بیا برو کلیهت اهدا کن، یه ذره زیاد، یعنی یه ذره نه زیاده رویه. پس اگه میشه خورده پول بزن به حساب ما. این که دیگه مشکلی نداره. نه این بین شما دوتاست میشه. حله؟ حله آره. دست در نکاره. اونو اصلا شروع کردم که بلغزم تو ای. خب این پس به نظرتون اتفاق خوبیه، قول خوبیه نه؟ الان از این جمع کیا به این فکر کردن که برن خونه اهدا کنن؟ خودش نیست ولی کی؟ خودتو قبول نکن. به نظرم این کارو بکنی خیلی خوبه، خیلی خوبه، دمتون گرم. 10 ثانیه لبخند به دوربین شماره 2. آماده؟ 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نیما همه شخصیتاتو صداشو اجرا کردی، خانومیرم بکن خواهش میکنم. باش حتما. بگو. حتما در اصلا وقت اجراش میکنم. خندش عاشق خنده. خیلی ها فکر نمیکردن توی. آره چرا خوب آخه خیلی یعنی چیز بود. حالا خیلی که آمد اصلا نیست. آدم های زیادی رو دیدم و شنیدم گفتن که این گفتن کیه؟ گفتم نیماز. گفتن وا نه اصلا بهش نمیاد. آره خیلی فکر کردن هومن حاج عبدالله. آره اوایلش هومن هم هی میگفت، کلی میره پوز میده با اون هومن دیگه، همه جا میره خانوم. مگه هومن حاج عبدالله نبود؟ نه کیه پس خانوم؟ نیما بود. نیمای؟ آره نیماییه. مگه بایرام هومن حاج عبدالله نبود؟ نه بایرام پا کیه بازیگر اصلیش؟ بابا نیماست. نیما؟ آره اینها. نیما بایرامه؟ آره. ای کیا بایرام خانومی؟ کیا که یه آدم جدایی هستن، گو خیلی فیلمی، خود یکی دیگه بود. نه بابا خود نیماست. موامش فرفری بود. نیماست. بابا سر کارمون نزار، مانگا تو قربت گیر آورده، هرکی پیدا میکن ساده. ولکو با دمت گرم. باشه باشه خلاص باشه. دمت گرم. قبول کردم نیما جون، خیلی خیلی ممنون. ممنون از شما. ما تو رو در خندوانه های عید خواهیم دید. بیه تعداد از حالا نمیگم همش که ما تو رو در خندوانه های عید خواهیم دید، هر چند تا که برسی بیای به عنوان بایرام کیا خانومی اینا کلی کیف میکنیم. شکرم. به افتخارش. تو یکی از اعضا و نفرات اصلی خانواده خندوانه. تو یکی از اعضا و جواره خندوانه. واقعا و برات آرزوی سلامتی میکنم، آرزوی موفقیت میکنم.
بدون وقتی نیستی دلمون برات تنگه. مخلصم واقعا. دمت گرم. مخلصی نمیشه بوس کرد. کرونا به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. چی میگی؟ چرا اینجا یک دوست او میکنی؟ چرا ادا در بردم. اینجا یک دوستی داریم به اسم محسن که دوربین خواهش کنم ببینه. محسن زمانی که سیل خوزستان اومد، ما به همراه خیلی از دوستان، جناب خان یادته؟ بله. با هلیکوپتر رفتیم. بله. بله. رفتیم اهواز. بله. آره رفتیم اونجا. چه سیل بدی بود. محسن خلبان اون هلیکوپتر بود. آره. که هی تکون تکون میخورد. آره. ما هی اشهد میگفتیم دیگه. همه گفتیم عجب خلبان ماهری هستی. چند باره اشهدمونو گفتی. شما محسن جان بودن. آره. دمت گرم اومدی. آره. ممنونم. کجا؟ شما این؟ ای خب بیان اینجا، بیان اینجا. آره کادر بهداشت. بیان اینجا لطفا. آره مخلصم. به افتخار جفتتون. خیلی ممنون اومدین. خیلی ممنون اومدین. شکرم. رامبود. دمتون گرم. بله. رامبود. بله. یکی از رفقای قدیمیمونم امشب مهمونمونه. آها. سنا خانم قهرمانی یه دست بلند داره. بله. سنا قهرمانی میشه بیاد نزدیک ما؟ میشه بیاد نزدیک ما اینجا؟ چه شبی هم اومد، شب با نیما. بله. پول آخر خندوانه نیما شعبانپور. نیما شعبانخانی. نیما شیبانیان. معلوم دیوونه شم. دیوونه شم. سنا خانم کوکا قربونت. وای سنا سنا گلن گل بند سنا 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 گلن گل بند رامبود. رامبود چی؟ سنا از رفقای خیلی قدیمیمه. بله. قلبمونه. پدرش استاد شما. پدرش یکی از استادان درجه یک دانشگاه تهرانه. بله. و این سالا خیلی آدم ها ازش خاطره دارن. ماشاءالله. سنا جان قربونه. بریم برای خداحافظی. مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. شما بابا دیگه خو پیدا کردم. کیه؟ رفیقمو پیدا کردم. خیلی ها رو مثل خودم میگه خو. آقا اصلا بیاین همه بگیم خو. عالی. مردم عزیزان ما شما رو خو دوست داریم. خیلی شما خو عزیزی. خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی باشین، پر روزی باشین. انشالله همه مریضام از بستر بیماری بلند شد. رو با اونجا میگیم شاد باشید. 1 2 3 شاد باشید.